دوستان به برنامه روانشناسی خودمانی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز براتون تهیه کردیم در رابطه با 50-50 و به اصطلاح لیدرشپ و حقوق زنان هستش و تساوی حقوق زنان به خصوص در رابطه با رهبری و رهبری بین‌المللی و جهانی. امروز خوشحال هستم که از آن سوی دنیا از به صلاح خاورمیانه مادر رو خواهیم داشت و ایشون تجربیاتی که داشتن در رابطه با سفرشون و اون سوی دنیا و آنگونه که به صلاح رهبری زنان رو در اون نقطه به خصوص جهان میبینن و بررسی میکنن با ما و شما صحبت خواهند کرد. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم با مادر، خانم دکتر فرنودی از خاورمیانه، خوش آمدید به برنامه خودتون. بله، سلام میکنم به شما دکتر عزیز که در حیبت من برنامه من رو اداره میکنید. من فکر میکنم که مردم وقتی برنامه شما رو بیرن دیگه من که برگردم برنامه رو دیگه به این پس ندم. اختیار دارین. موضوع داغ امروز که به خاطر آمدن دهم می و 50-50 انیشیشن که سازمان ملل و در اصل یک موومنت بین المللی هستش، موضوع جندر اکویتی، اکوانیمیتی، اکوالیتی هستش و لیدرشپ آف ویمن این دی ورلد. فکر کردم که شما که حالا از خاورمیانه با ما هستین و اونجا بررسی و تحقیقاتتون رو پیش میبرین، یه بحث رو باز بکنین و بگین که چگونه این انیشیشن و چگونه این موومنت میتونه برای آوردن بیشتر صلح در خاورمیانه کمک بکنه ما رو. بله، موضوع بسیار جالبی رو مطرح میکنید. من متاسفانه گفتگوی طولانی نخواهم داشت، شاید بعد از برگشت بتونم رپورت مفصل تری بدم به بینندگان شما. بله. البته من در یه جای استثنایی خاورمیانه، یعنی دشت کشور دبی هستم، یکی از هفت به اصطلاح جزیره امارات متحده، که اینجا من به قدری تعجب کردم از وقتی که رسیدم، به دلیل اینکه اولا خب شما میدونید که دبی کشوریه که بسیار بسیار الان به لحاظ تکنولوژی و به لحاظ اقتصادی و به لحاظ مرکزیت تجاری بین المللی اهمیت بسیار پیدا کرده و کشور ثروتمندی هست که خب دانشگاه های متعددی هم اینجا تأسیس شده. ولی چیزی که برام جالب بود دیروز در گفتگویی که در اصطلاح نشستی که با یکی از مقامات وزارت علوم اینجا داشتم و همینطور امروز با نشست دیگری که با یکی از اساتید برجسته دانشگاه اینجا داشتم، متوجه شدم اولا در اینجا از وقتی که خواهر ملک عبدالله همسر شیخ محمد حاکم دبی شده، دو تا وزیر زن به کابینه آمدن. یکی وزیر اقتصاد اینجاست و یکی وزیری که بهش میگن وزیر امور سعاده، یعنی در واقع اسم دیگه‌ای که براش گذاشتن وزیر هپینس، یا وزیری که مسئول اینه که خط مشی‌هایی از خوشبختی و سعادت و هپینس رو بتونه برنامه ریزی کنه برای مردم کشور. اما اون چیزی که با چشم برهنه در خیابونا در مراکز به اصطلاح تجاری، مراکز خرید و غیره میبینی شما، این همزیستی مسالمت آمیز فرهنگ سنتی اسلام در کنار فرهنگ مدرنی که حالا به فرهنگ غرب مربوطه یا غیره. یعنی شما دائم تو خیابون زنان محجبه ای رو میبینید که در کنارشون خانم های بسیار لباس های غربی، شلوار، بلوز، آستین کوتاه و غیره را میرند و عجب تحمل و بردباری سلامتی بین تفاوت ها در اینجا دیده میشه.
من داشتم فکر میکردم چقدر رابطه مستقیمی هست بین وقتی که حاکمین مملکت در واقع مترقی میاندیشند و به حقوق سلیقه های متفاوت احترام میگذارند و تأثیرش که چجوری در بطن جامعه نفوذ میکنه. میگم این برام بسیار جالب بود، من باور نمیکردم که در یک کشور عربی شما وزیر زن داشته باشه اون وقت پست مهمی مثل وزیر اقتصاد، که دکتر القاسمی وزیر اقتصاد اینجاست. به هر حال فردا شب هم من با شام با فردی که در واقع در رأس تکنولوژی اینجا و وزارت علوم اینجا هست به اصطلاح شام هستم در خدمتشون و با هم داریم گفتگو میکنیم راجع به یه دانشگاهی که کالج زنان باشه در اینجا، چون یکیش اینجا هست ولی کالج زنانی که همسو هست با این مشی وزیر جدید که وزیر سعادت یا هپینسه، که اینجا به اصطلاح برای رشته های روانشناسی که چیزی که شما بسیار علاقه دارید پیس لرن پرنتینگ و خوب کار کردید دوست من سایت شما رو هم دادم به ایشون که نگاه کنن با پژوهش های شما آشنا بشن و گروه های دیگر. اون وقت اینجا اولین به اصطلاح اقلیت یعنی اولین گروه غیر بومی جمعیت هندی ها هستند و دومین گروه غیر بومی از نظر عده پاکستانی ها، میگویند گروه سوم ایرانی ها هستند که خب ایرانی ها در اینجا ریشه قدیمی تری دارند. به هر حال من فکر میکنم همونطور که شما گفتید و سازمان ملل این روز مهم رو اختصاص داده، دنیای فردای ما راهی به جزی نداره که رهبری های زنانه هموزن و همسطح رهبری های مردانه بشن در به اصطلاح موضوعات متفاوتی که هر کدام از ما هم بیولوژی مناسبش رو و هم آموزش مناسبش رو و هم در واقع نیاز مناسب با جامعه‌ای که سخت یعنی با جهانی که سخت پرخاشجو، سخت سنگدل، سخت سلطه‌جو، سخت قلب در واقع داره جلو میره و تردیدی نیست که ما به رهبری‌های زنانه و شانس مساوی برای زنان در مدیریت جهان نیاز داریم. بسیار هم عالی. اگر که امکانش باشه شما در ملاقات هایی که دارین به خصوص در رابطه با اساتید و یا وزران و خانوم هایی که به اصطلاح در لیدرشپ در رهبری هستن، اینا رو یه ویدیوهای خیلی کوتاه تهیه بکنین از طریق به اصطلاح اون آیفونتون و ازشون بخواین که میشن استیتمنت و یا اون تمرکزی که دارن در لیدرشپشون رو بیان بکنن. من فکر میکنم این میتونه خیلی من هنوز ملاقاتی با این دو وزیر زن نداشتم. آها اوکی. به من گفتن شاید بل. اگر برنامه اونها اجازه بده این دیدار اتفاق بیفته. اگر این دیدار اتفاق بیفته حتما این کار رو میکنم و اگر نه احتمال داره که من سفرهای بعدی به خصوص در رابطه با این ایده تأسیس دانشگاهی برای زنان که بتواند از کشورهای همجوار زنانی رو برای پرورش در رشته های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و چایلد دیولپمنت یا رشد و پرورش کودکان و بعد پرستاری که رشته هایی هست که همسو هست با فرهنگ سنتی خاورمیانه، بتونیم نیروهای جوان رو به اصطلاح پرورش بدیم و تربیت کنیم که حالا ممکنه ما فقط
یک به اصطلاح بازکننده دری باشیم که نسل جوانتر، که نسل شما و همسن و سالهای شما بتونه این راه رو ادامه بده و مسیرش رو هموار کنه. بسیار هم عالی. از این سو ولی نمیتونم این غمم رو پنهان کنم از شما و همه بینندگان شما، که وقتی در اینجا راه میرم و این به اصطلاح تحمل و رواداری رو برای سلیقه های مختلف میبینم، آه از نهادم برمیاد که بر ایران ما چه گذشته. بله بله بله. و بعد به امید اینکه این تحمل ها و یا صلح جویی و یا آموزش و پرورش صلح در خانواده از خاورمیانه، از اون کشورهایی که پرورش کرده و پیش میره، به کشورهای دیگه به قول معروف کانتیجس باشه و بگیره دیگه، به قول معروف کاری که ما معلمین یا شاید مادر و پدران میتونیم بکنیم این هستش که فقط از بطن خانواده و فوکس و توجهمون روی آن کاری که میتونیم بکنیم این کار رو جلو ببریم. در صورت بله، من ممنون از این که به من فرصت دادین و دلم برای شما و بچه ها بسیار تنگ شده. از دور همگیتون رو میبوسم. میبوسم شما رو. یک ماچ گنده و یک بغل به قول معروف virtual hug و پیس به امید دیدار. موفق و پیروز باشین. خب این هم از ریپورت از آن سوی دنیا، از کشور دبی و خاورمیانه. خب من فکر میکنم وقتی که بحث یا صحبت گفتگو در رابطه با صلح هستش، به خصوص در این روزهای حساس که روزهای انتخابات در ایران و اون شور و به اصطلاح آن کسانی که شاید توجهشون روی پرورش صلح هستش و یا ارتقاء حقوق بشر و حقوق انسانی، حقوق زنان، حقوق کودکان در ایرانمون، میتونیم شاید یک دست به دستی با هم بدیم، شاید یک گفتمان و یا گفتگو و اندیشه هایی داشته باشیم که کمک بکنه برای پیش برد این هدف. و خب میدونیم که همیشه من در رابطه با پیس لرنینگ صحبت میکنم و بعد اینکه چگونه ما میتونیم این کار رو از بطن خانواده، از درون به بیرون، به قول معروف inside out process، این رو جلو ببریم. از کارهایی که بسیار علاقه من دارم استفاده از هنر و یا قصه گویی در این رابطه هستش و میدونم خیلی از شما عزیزان که این مطالب رو دنبال میکنین، چه از طریق سازمان ملل، چه از طریق مدافعین حقوق بشر، توی کامیونیتی و یا گروهی هستین که شاید بعضی از این کارا رو میبینین. ولی وقتی که ما نیتمون یا اینتنتمون به قول ملیکا چوپرا، اون توجه، دقت و نیت خیلی مهمه در روز. اگر ما هر روز که از خواب بلند میشیم نیتمون بر این باشه که پرورش صلح از خودمون از درون به بیرون و در خانواده باشه و این به این صورت هستش که هر فرصتی رو که میبینیم، چه هنر هستش، چه گفتمان هستش، چه قصه گویی هستش، چه تو کارمون هستش، من حتی کارهای خیلی روزمره مثل رفتن به بانک یا رفتن به مغازه یا سرویس ماشین یا کارهایی که روزمره، خریدن نون و پنیر و این کارهای ابتدایی، سعی میکنم که اون حواسم رو، حضور ذهنم رو بذارم یک در یادگیری اینکه چگونه افراد با همدیگه گفتمان دارن و چگونه ارتقاء یا پرورش صلح به وجود میاد یا بر ضدش یا متضاد بر اون که اون چیزی که ما انتظار داریم، یعنی اون درگیری ها یا جنگ و کشامکش هایی که اتفاق میفته، وقتی توجهمون رو بذاریم رو اون، نه اینکه بخوایم
مثلا قضاوت بکنیم. منظور قضاوت نیست، منظور ما یادگیری هستش در این مورد. این خیلی میتونه ما رو کمک بکنه در ارتقاء روانشناختیش و آگاهی که داریم از اینکه پرورش صلح چی هستش. این کتابی رو که بهتون توصیه میکنم The Children's Peace Book هستش. این بسیار کتاب جالبی هستش، به خصوص برای شما معلمین و کسانی که شاید از ایران با ما هستین و یا از هر کجا که در این خاورمیانه، کانادا و با ما این برنامه رو تماشا میکنین. توصیه میکنم که این کتاب رو با بچه ها و یا اگر آموزش و پرورش درش هستین، در کار میکنین به عنوان یک معلم، این کتاب رو استفاده بکنین. کتابی هستش که از بچه ها خواستن که در رابطه با نظرشون، دیدشون در رابطه با صلح هم نقاشی بکنن و هم اینکه توضیحی بدن. این کار رو من خودمم در تحقیقاتم در رابطه با پیس لرنینگ با خانواده هایی که کار میکنم انجام میدم و علتش این هستش که ارزش بسیاری هستش در تجربه شخصی هر فرد، هر کودک و هر خانواده، و وقتی که شما از اونها میخواین که بیان بکنن تجربه شخصیشون رو در رابطه با اینکه اولا نظرشون درباره صلح چیه، صلح چی هستش و اینکه چگونه فکر میکنن که میتونن صلح رو بپرورونن، پرورش صلح چگونه صورت میگیره. چون خیلی از اوقات وقتی که شما از بچه ها سوال میکنین صلح چی هستش، من این کارو خیلی دوست دارم میکنم در گروه های مادر و پدرها یا گروه های بچه ها که باشون هستم، شاید بگم بیش از 30% بچه ها خیلی از اوقات پاز میکنن، مکس میکنن و میتونین تو صورتشون ببینین که مطمئن نیستن که این سوال چی هستش یا اصلا صلح چی هستش. و خیلی از اوقات باید یه خورده بیشتر باهاشون گفتمان بکنم که جواب رو ازشون بگیرم. ولی وقتی که همیشه سوال میکنم صلح چیه به نظر شما، یه مکسی میکنن و میگن که بعضی از اوقات میگن نمیدونم، براشون ویک هستش، براشون خیلی راحت نیست که توضیح بدن. ولی یه خورده که بیشتر ازشون میخوام میگم که خب وقتی که تو داری مثلا بازی میکنی یا کاری رو انجام میدی یا وقتی که شب خوابیدی در تختت یا موقعی که داری به اصطلاح بغل میکنی کسی رو که دوست داری، اون احساس صلح چگونه در تو حس میشه، حست چیه. و بعد وقتی که به حس میرین یه خورده بیشتر میتونن توضیح بدن دربارش. وقتی که به فکر میریم یا ذهن، تو ذهنشون، خلاقیت ذهنیشون، این صلح چی هستش، یه جور دیگه این رو توضیح میدن. و خب بعضی از این بچه ها جوری که صلح رو توضیح دادن و جالبه حتی سناشون از 6 سالگی، 5 سالگی، از خردسالگی هستش و اینکه چگونه صلح رو توجیه میکنن برای من همیشه خیلی جالب هستش. خوبی این کتاب این هستش که بین المللی هستش، بنابراین اون go global یا تفکر جهانی یا اون سیتیزن یا شهروند جهانی بودن امروزه ما برمیگرده به اینکه دیدگاه‌های مختلف فرهنگ‌های مختلف یا کشورهای مختلف یا کودکان در بین الملل رو بهش اهمیت بدیم و ببینیم دید اونها چی هستش. این به صلاح کسی، این دختری هستش از اسرائیل و به اسم انی و او میگه که in peace people will die only of old age. شالوم. و به نظر او تفکیک داده و توجیه میکنه، میگه موقعی که صلح وجود داره افراد فقط از به اصطلاح مسن شدن یا از سن بالا
از بین میرن یا میمیرن. بنابراین اشاره میکنه به اینکه چقدر در محیطی که زندگی میکنه، در جایی که زندگی میکنه، مرگ و میر مربوط هستش به جنگ، و جنگ رو بر ضد صلح به این صورت از دید یک 6 ساله میبینیم. و اینکه خب همه ما انسانها در هر جای دنیا، هر جایی که هستیم، انتظارمون یا تصویری که از صلح داریم، تصویر بقامون هستش، تصویر آرامش هستش، تصویری هستش که در جایی که زندگی میکنیم بتونیم با هم همزیستی داشته باشیم، و کاری که انجام میدیم هر روزه، چه به عنوان یک وزیر، چه به عنوان یک معلم، چه به عنوان یک محقق، چه به عنوان یک به اصطلاح سیاستمدار، در رابطه با این باشه که محیط رو بیشتر بهش خوشبختی و یا آرامش اضافه بکنیم، یا اون peace learning leadership، رهبری در چارچوب پرورش صلح. از سندیگو دختری 7 ساله می نویسه که peace means being quiet. به نظر او صلح یعنی آرامش، صلح یعنی احترام و احترام گذاشتن به همدیگه، صلح یعنی با هم با خوبی و خوش اخلاقی رفتار کردن، صلح یعنی اینکه ما با عشق و همدلی با همدیگه رابطه برقرار بکنیم و با هم باشیم، صلح یعنی مسئولانه و با مسئولیت برخورد کردن و رفتار نشون دادن، صلح یعنی آرامش و شادی و خوشبختی، صلح یعنی با همدیگه یکسان و با برابری و احترام در برابری برخورد بکنیم یا کار بکنیم، و صلح یعنی انسان خوبی باشیم در رفتارمون، پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک به قول معروف. و خب این دختر 7 ساله‌ای هستش که میبینین از خردسالی، از سن کم، بچه ها در اصل اون درک و کنجکاوی رو در رابطه با صلح و اینکه صلح چی هستش و چگونه اون رو تصور میکنن، تصویرشون از صلح چی هستش دارن. نکته ای که باید بهش اضافه بکنیم یا اشاره بکنم این هستش که در رابطه با پرورش صلح گفتمان و یا گفتگو کم هستش، و این از اون نکاتی هستش که در peace learning parenting و یا leadership من خیلی دوست دارم تاکید بکنم و اشاره بکنم. و اینکه peace و یا صلح یه چیزی نیست که یک باره جلوی شما ظاهر بشه یا ما تصوری در ذهنمون داشته باشیم و یا رویایی در ذهنمون داشته باشیم و رویا باشه. در اصل پرورش صلح یک مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و مسئولیتی هستش که ما به خصوص به عنوان یک مادر و پدر باید بهش توجه بکنیم، و اگر در مواردی یا نکاتی احساس به صلاح چالش یا چالش میکنیم باید بهش برسیم، رسیدگی بکنیم و یاد بگیریم. یک پروسه هستش که توأم با یادگیری به صلاح همواره هستش. سه پرینسیپل و یا سه اصول مهم پرورش صلح رو براتون مطرح میکنم. نکته اول این هستش که، یا اصول اول این هستش که ما اون چیزی رو که در رابطه تجربه میکنیم قبول داشته باشیم، یا این رو در دلمون بدونیم که در رابطه و یا انگیزه و یا ذهن ما یا تجربه‌ای که از بیرون ما داریم، از یونیورس و یا other, the other experience، مثبت و منفی و یا قوت و ضعف، این دو در کنار هم
با هم هستن. بنابراین اگر شما اون فرم یا شیپ قلب رو در نظرتون داشته باشین، یک قلب از دو سو یا دو بال و یا دو جهت به هم دیگه وصل میشه. در اون دو بال و در اون دو جهت هر چیزی رو دو سوش رو باید ببینیم بدون قضاوت. این اون چیزی هستش که mindfulness و یا being mindful، توجه ذهن ما میتونه بدون قضاوت بر شناخت و یا یادگیری ضعف، قوت و یا منفی و مثبت هر تجربه‌ای باشه. بنابراین در هر تجربه‌ای که ما قدم میذاریم، یک نوع هولنس، یک نوع انتگریشن، یک نوع به صلاح جفت و جوری دو سوانه و دو طرفه رو در هر تجربه انسانیمون داشته باشیم، چه در رابطه با کودکان، روابطمون با کودکمون، چه در روابطمون با همسرمون، با همکارمون، با دنیای بیرون و دنیای درون. بنابراین در این رابطه اصول اول بر این پایه هستش که قبول داشته باشیم، قبول بکنیم که منفی و مثبت در کنار هم همزیستی دارن و بدون قضاوت یادگیری ما از این پروسه به صلاح انتخاب میشه و ما رو به سوی رشد و پرورش صلح جلو میبره. این اصل اول. و بعد از این بهتون قول میدم میرم سراغ خطوط، چون میبینم که خطوط روشن هستش و به سوالاتتون یا بحثتون باز میکنیم در برنامه ادامه میدم. خب اصل دوم این هستش که قبول بکنیم در رابطه با پرورش صلح که همه ما انسان‌ها و یا نه تنها انسان‌ها، همه ما اعضای این کره زمین و یا کهکشان‌ها دارای نیازهایی هستیم که این نیازها خیلی بسیار بسیار شباهت داره با هم. اگر شما با به اصطلاح اون مزلوز هایرکی آف نیدز و یا مثلث مزلو و نیازهای مزلو آشنا باشین و یا در هر فرقه به اصطلاح شناخت روانشناسی در رابطه با انگیزه و یا نیازها تحقیق بکنین، میبینین که بسیار بسیار اون نیازهای انسانی ما و یا جهانی ما شباهت داره. برای مثال همه ما نیاز به رابطه و اتچمنت یا اون نزدیکی رابطه داریم، همه ما انسان ها. بنابراین وقتی که مادر کودکش رو در آغوش میگیره و بهش احساس امنیت و احساس گرمی میده، اون یک نیازی هستش که در حیوانات این رو میبینیم، در انسانها این رو میبینیم و در رابطه ما شاید با به صلاح spirituality، روحانیت این رو میبینیم. این نیازها نیازهایی هستش که باید قبول بکنیم، هم در هر رابطه، در هر ارتباطی که با دیگران داریم یا بررسی میکنیم نیازها رو، سعی بکنیم به صورت عادلانه نیازهای همه یا کسانی که در اون رابطه هستن بهش رسیدگی بشه و برآورده بشه. و خیلی از اوقات وقتی تنش و چالش وجود داره در رابطه، برای این هستش که یک طرف اون نیازهاش بهش رسیدگی نشده و احساس به اصطلاح ناتوانی و احساس عدم توجه میکنه. و در نهایت این اصل دوم هستش. اصل سوم این هستش که باید این پروسه رو، این جفت و جوری که بین دو فرد در برآورده کردن نیازهاشون یا پرورش صلح در اونها و هولنس و یا انتگریشنشون این اتفاق صورت میگیره، میبایست این با یک نیت و انگیزه صلح و رشد درش اتفاق بیفته. چرا که همه ما در هر لحظه زندگی در حال رشد هستیم. یعنی این لحظه
گذشت. در اون لحظه ای که گذشت، یک رشد و یک اِوولوشن و یک تغییر، تحول به وجود اومد. مایندفولنس موقعی هستش که ما پرزنس و یا اون توجهمون رو میذاریم در اون نقطه حساس رشد و قبول بکنیم که همه ما در حال حاضر، که هیچ چیزی به غیر از همین حال حاضر ما نداریم، در حال تحول و رشد هستیم. بنابراین اگر ما الان رشد داریم میکنیم، سلولامون میمیرن و زنده میشن و وقت میگذرد و تحول در این لحظه صورت میگیره، همین تحول در تمام ابعاد مختلف زندگی در حال حرکت هستش. بنابراین این هم یک اصل اصول اساسی هستش. اگر سه اصل رو که در اصل اصول طبیعی در زندگی هستن رو با همدیگه قبول بکنیم در چارچوب پرورش صلح در خانواده، میتونیم خیلی بهتر این آشنایی رو، این پرورش رو، این شناخت رو، این آموزش رو با همدیگه تجربه بکنیم. شما اگر به سایت letitripple.org اگر به سایت letitripple.org براتون سپل میکنم letitripple، به اونجا اگر برین، این به صلاح فیلمی هستش که در رابطه با انیشیشن و یا اون موومنت 50-50 سازمان ملل و یا اینکه ما لیدرشپ رو، رهبری رو بین زنان و مردان بهش یه توجه بیشتری بکنیم و سعی بکنیم که در هر محیطی، در هر جایی بهش ارزش و اهمیت بدیم، بله این وبسایت هستش. خیلی هم ممنون، این وبسایت رو تشریف ببرین و این کامیونیتی رو جوین بکنین. اگر که شما در جایی هستین که میتونین، حالا یا تلویزیون یا رادیو و یا مدرسه و یا حتی گروه زنان، گروه مردان، گروه هایی هستین که میتونین این فیلم رو نشون بدین، سکرین بکنین و بهتون توضیح میدن در رابطه با اینکه چگونه اون پنل دیسکشن رو، اون به صلاح صحبت رو باز بکنین بعد از دیدن این فیلم. این قرار هستش که از جوین کردن این گروه ها آنلاین، سوشال میدیا و یا از طریق به اصطلاح فیسبوک، اینستاگرام شیر کردن، چون الان میدونین در رابطه با پخش یک موضوعی که داغ هستش و مهم هستش برای ما در جامعه و به ما این احساس رو میده که یک کار مثبت، یک قدم مثبت برداشتیم در رابطه با 50-50، این از اون کارهایی هستش که در روز 10 می اتفاق میفته. میتونین شما بهش بپیوندین، میتونین بخشی از اون باشین، be part of it، join them، به وبسایت برین و حتما این موومنت رو بهش بپیوندین. من هستم، خواهم بود و بیش از هر چیزی از شما بینندگان سپاسگزارم. به توجهتون به برنامه و براتون روز روزگاری خوش آرزومند هستم. خدا نگهدار.